نشست علمی روزانه آیت الله لزما صادق حسینی شیرازی روز شنبه بیستم شعبان سال ۱۴۴۵ برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله لزما شیرازی در رابطه با تعیین سرنوشت انسانها در شبهای قدر فرمودند، به جای آنکه گفته شود که سرنوشت انسانها در شب قدر به صورت حتمی معین می شود، بهتر آن است که کلمه حتمی برداشته شود و به جای آن سه کلمه قرار داده شود معظم الله در بیان آن سه کلمه جایگزین فرمودند در روایت آمده که در شبهای قدر یعنی شبهای بیست بیستا یکم و بیستا سوم گاه سرنوشت انسان تقدیر می شود و در برخی از موارد از تقدیر بالاتر قضا می شود و در پاره از موارد ابرام می شود ایشان در ادامه فرمودند اگر حتمی به معنای ابرام باشد قابل تغییر نیست اما اگر تقدیر و قضا باشد با صدقه دعا و کارهای خیر ممکن است که تغییر پیدا کند آیت الله با اشاره به برخی از روایات که موجب تغییر در قضا و قدر می شود فرمودند در روایت آمده که صدقه بلا را دفع می کند حتی اگر مستحکم شده باشد یعنی حتی بلایی که سوی خدای متعال در نظر گرفته شده و مستحکم هم شده با صدقه دفع خواهد شد معظم الله در ادامه فرمودند در روایت دیگر آمده دعا قضای الهی را برمیگرداند و تغییر می دهد حتی اگر مستحکم شده باشد یعنی با دعا هم می توان آنچه که به عنوان قضای الهی در سرنوشت انسان قرار گرفته را از خود دور کرد آیت الله عزما در رابطه با چگونگی تغییر در قضا و قدر الهی فرمودند لذا در شبهای قدر سه مرحله بلای برای انسان در نظر گرفته می شود که بهتر آن است که جایگزین تعبیر حتمی شود که گاه تقدیر شده و تقدیر به معنای اندازه است مثلا برای فردی تقدیر شده که صد سال عمر کند اما به دلیل قطع رحم عمر او کمتر می شود و گاه ممکن است با سله رحم صد سال عمر او حتی افزایش پیدا کند که این به معنای تقدیر انسان یعنی مقدار و اندازه آن است که برای سرنوشت او معین شده است معظم الله در رابطه با سایر موارد در سرنوشت انسان ها فرمودند گاهی اوقات در مرحله, مرحله بالاتر آنچه که خدای متعال برای انسان در نظر گرفته قضا است که این قرار هم با دعا و صدقه قابل تغییر است اما اگر ابرام باشد که به معنای حتمی بودن است قابل تغییر نیست که در برخی از روایات آمده که حتی علم آن به انبیا و اولیا داده نشده است با هم فرمایشات آیت الله العظما شیرازی را ببینیم و بشنویم وقت اون ابرام اون ابرام که عوض نشدنیه اون را تو بعضی روایت داره استعفر الله به علمه یعنی حتی به انبیا و اولیاء علمش را نداده خدا لذا امیر المؤمنین صلوات الله علیه روایت داره فرمود لولا آیتون بی کتاب الله لأخبرتكم بما كان ويكون إلى يوم القيامة وأقول آية يمحو الله ما يشاء ويفبس يمحو تشيرا ومتقديرها گاهی خدا محو میکنه ائمه اطلاعه بر اون تقدیرها دارن اما خدا ممکن محبش کنه یا خدا قوا کرده ائمه اطلاع بر اون دارن یعنی معصومین علیه و السلام خدا خودش فرموده اگر ما یک اندازه گیری کردیم عمر فلان کس را گفتیم هفتاد سال این اگر قطع رحم کرد میشکنیم خودش فرموده اگر صله رحم کرد زیادش میکنیم اونم خودش فرموده آخر یمح الله ما یشاء و یثبت هر چی که اراده میکنه محو میکنه که نوشته بوده هر چی که ننوشته بوده یثبت مینویسه نه ما نه چون از اول خدا فرموده لهذا عرض کردم ببینید تو روایت داره این شبه های سگانه ی قدر در ماه مبارک رمضان شب 19 و شب 21 و شب 23 سه تا مرحله است مرحله تقدیر و مرحله قوا و مرحله ابراهیم و مرحله ابراهیم عوض نمیشه دیگه